جان امروز یه جورای خیلی خوب آقا شدی ها. جان من جون پری همین صبحی رفتم جلو آینه نگاه کردم، پری به جون اماد اصلا از قیافه خودم حس کردم. شاید مال سیبیلاته، سیبیلات همچین زدی خیلی جوون شدی، فکر کنم مال سیبیلاته. واقعا یه دو سه روز این رفیقا منو میبینن میگن شبیه این لئوناردو دو کاپریو شدی. کی؟ این تایتانیک دیگه. بس کن دیگه، هرچی چی نمیگم تو هی داری از خودت تعریف میکنی، نه تعارفی نه شکست نفسی، چیه؟ جنبه نداری بگو تعریف نکنم ازت. هوا برات داشته؟ عصبانیم کنی؟ من میدونم تو دیگه ها، اون وقته که دیگه؟ دیگه چی آخه؟ اونو به وقتش میگم. خیلی خوب پری، خیلی خوب، غلط کردم. من اصلا بی جا بکنم به چیز دیگه به جز تو فکر کنم. راست میگی و؟ جان تو پری تو یه کاری با من کردی؟ تو یه کاری با من کردی؟ چه کردی؟ من هرچی زن وحشت دارم، به جون تو یه دختر 6-7 ساله میبینم زهرم میتره که. هی من این شوخی کردم اونو بابایی. جانم بده من اینه دیگه. بده من. خب ببین الان زوره با بده دوتایی. هیبت اونو بده دوتایی فشار بدیم. هیبت 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 من این هیبت چیه؟ به کی نگاه میکنی؟ یعنی کی میتونه باشه؟ اینو من چند بار شنیدم. سلام. 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 این چه وضعشه؟ خیلی وضعشه. ایوه. آری. تحتوشو دارم. تحتوشو در میارم. وای خاله تنت شما این سلام. خاله تنت آخه برای چی بازی برای سر کرده؟ چقدر خوب کردین که اومدین، انقدر دلم براتون تنگ شده بود. بس کن دیگه بریم تو. بفرمایی خیلی خوش اومدی. اومدم بابای قصبون نریز مخم رفت. میگم اگه میدونستم سرکه که ریختم حتما یه دبه برات آورده بودم. سرکه؟ چرا سرکه؟ حتما فال سرکه یاد گرفتین. آره نه بابا میآوردم این توفه رو بندازی توش که نگنده. بچه تو سلام کردنم بلد نیستی؟ ده به به خاله طلعت قدمتون رو چه چقدر خوش اومدین. کی به سلامتی تشریف آوردید از هند؟ چقدر خوشحالم دارم میبینم اتون. بس کن بچه جان بس کن، برو سر کار خجالت بکش آخه. بابا مردی گفتن زنی گفتن، تو یه سر تو خونه موندی اینجوری میکنی که چی بشه؟ این رنگ بازی هم شد کار. این بازی چیه؟ خاله جان نقاشی خودش یه شغل حرفه است. نه خیر، نقاشی ساختمون. پری چهل خانم شما باش هماهنگی نکن، نقاشی ساختمون یه پولی توشه. این چیه صبح تا شب؟ بابا برو سر کار، برو بیرون ببینم. من مطمئنم پری چهل این پولی تو جیبیش هم از تو میگیره. ولش کنی خاله، این جوجه کلاغ منه، نباشه تو خونه من دق میکنم. پری چهل من این جوجه کلاغ رو میبینم و کهیر میزنم. برو بیرون بذار دوتا کلام صحبت کنیم. جمع کن برو بیرون ببینم. آخه نگی من دو دقیقه دیگه هم نمیدونم. بذار بری بیرون. چقدر این بچه‌تون رو نازنازی بار میارین؟ وای چقدر دلم براتون تنگ شده بود. چه خبر از هندوستان؟ بابا هندوستان نگو پری چهر، شاهکار بگو. جدیداً با یه دونه مرتاض آشنا شدم. باورت نمیشه چه کارهای خطرناکی میکنه. چه کارهایی؟ میخ میخوره، رو میخ میشینه، با میخ تنش میخارونه. صبح که میشه یک لگن آب میخ درست میکنه، تو شنو میکنه. خب چه میشوره؟ جایتونو ویل کنی. دست در نکنه. اینا وبایی که نی؟ نه، جایتونو بخوری خیلی خوشمزه. خب اینو بذارم میشه باشه. ولی چقدر خوشبو اینه، با چی درست کردی؟ با آب اسقدوس. همینو میخواستم بهتون بگم. کیه؟ درجه جون، منم پروانه. این همون صبحیه. بیا این تو در بازه. پریچر جون سلام. بفرم بشین بشین بشین، دلم برات یه ذره شده بود. سلام علیکم. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ بفرمایید پریچر جون. اومدی چی؟ چیز تاغار داری؟ تاغار؟ بله. تاغار دیگه چیه؟ تاغار مال عهد دقیانوسه. از این ظرفا هستش سفالیه. خب بعد این دیوارش زبره، باش کشک میسابیدن اون موقع. ولی خب تو هندوستان از این ظرف به قدر یعنی براشون مقدسه، چون هر بچه که به دنیا میاد تو همین تاغار میشورن.
نه نمیشه زبر دیوارش. من اونا زبر کنده میشه. من اونا زبر نیست. متوجه شدی چیه؟ ببینم تا نترکیدی افوزولی من دارم معرفی میکنم. من طلعت خاله پریچهر. خاله من همینه میخواستی؟ خیالت راحت شد؟ حالا بشین. از کجا فهمیدی؟ از اینجا که خودم هم این خودت هستم. برای چی کار میکنی؟ بشین بذار یه دقیقه میایی بر چیکار داری میکنی؟ بگو دیگه. خب نه اصلا یه موقع به خودتون فشار نیارید. فکر نکنید من الان دارم نقاشی میکشم. من دارم یه مقدار تلاش میکنم چای عمیق بزنم بلکه به نفت برسم. نفتی خواهی چیکار کنی حالا؟ خب سر خودم یه کبریت به خودم بزنم راحت شم از گیر همسایه فضول. حالم به هم میخوره ازتون. آره بابا این قاطی کرده. آره مهمون داری؟ نه مخم تاب داره بلند شده اومدم اینجا دارم نقاشی میکشم چون نمیخوام راجع به کارم به کسی توضیح بدم. نه به اونا که تو خونن، نه به شماها. فهمیدی؟ میشنون بابا. خب بگو چیکار داری میکنی دیگه؟ چیکار نمیکنی؟ بگو. تا حالا سایز 42 کفش تو مغزت هک شده؟ بگو چیکار داری میکنی؟ مرگ. چیکار؟ میگه مرگ. یه مسئله خودم با هم کنار میایم حالا. نه بابا خیلی اعصابت نیست که خورده. میگم این زنه کیه اومده بود خونتون؟ اسمش طلعته، خاله مامانمه، منم بهش میگم خاله. فالگیره، شوهرش هم مرده، قدش 180 سانتیمتره، وزنش 80 کیلوه. اگه شماره شناسنامش هم میخواید برم ازش بپرسم بیام بهتون بگم. ها بابا این چرا اینجوری برخورد میکنه؟ چرا اینجوری؟ نه امرو پاچه میگیرم، اصلا حوصله حرف زدن با هیچ کسی ندارم. میفهمی اینو؟ حوصله ندارم. میخوای اینو مزایی بشی؟ نمیخوای دنبال کار بگردی؟ نمیخوای دنبال شغل باشید؟ نه؟ نه همینجور میخوای سیستم خال زنکی رو ادامه بدید؟ قشنگ گفت. راست میگه. دروغ چرا؟ من که تا حالا اصلا به فکر کار نبودم. حقیقتا. ولی حالا به جاش من شب و روز به فکر یه کار با کلاس. آقا نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزه. اون از گوسفندام که رفتن، دلون، غلام، سیبیلام که رفت، اصلا حالم خیلی بده. هر چی فکر میکنم مخم به جای راه نمیده. میگم این نقاشی درآمدش خوبه؟ نقاشی ساختمون؟ مسخره میکنی؟ فکر کردی کمال الملکی مسخره میکنی؟ میخندی؟ آدرس این آرتولیه مال استادتون رو این تلفنش بده من کار. آدرس چی؟ آدرس همین هر چی. آدرس تلفن استادتون بده باش کار دارم. من گوسفند میکشی؟ گوسفند میخوام بکشی؟ بده من شما تلفنشو بهت نشون میدم چی میخوام بکشم. چه کار خوبی کردی؟ چای رو با آب استقدوس درست کردی. عوضش فالاش ردخور نداره. محال غلط از آب درآد. راست میگین؟ پس دست خودم درد نکنه. شما مگه فال چایی هم میگیری؟ بله دخترم، من تو سیلان دوره دیدم. آره؟ بله. راست میگن فالاشون ردخور نداره. برای من فال میگیری؟ بده من فنجون تو ببینم. عزیزم ببین اسمت پروانه است. خب اسم شوهرت چرا اینطوری میکنی؟ خب فعال دیگه. اسم شوهرت نکبت نکن میباشه تو صورت عجب بدبخت. حواسشون پرت میشه. اسم شوهرت نکبته. خب بعد حضور درس کنم که هیبت خانم هیبت. آها هیبت. ببخشید من چون دیکتم ضعیف بوده نمیدونم. حالا اون که شما میگی یه پسر داری اسمش اماده. اونطوری نکن دیگه. بذار من تو فالا رو ببینم. اسم پسرت اماده. دو تا برادر داری که میخواستن ارث بابا تو بالا بکشن. یکیشون پشنگه، یکیشون سینا. از کجا فهمیدی؟ امکان نداره. پریچه جون رو حرفشون هم. رو حرف من حرف نزن. چند بار بگم بهت؟ بعد حضور شما عرض کنم که دیوار خونت قهوه‌ایه. از قرمه سبزی خیلی خوشت میاد ولی از انبه بدت میاد. ببند اینو ببند. خب بعد حضور درس کنم که حالا شوهرت قصابه. قصاب شوهرش. خب و این قصاب از بستنی قیفی خیلی خوشش میاد و در تدارک گرفتن زن دوم هست.
تو کله پاچن از چش خوشش میاد. ببخشید میشه یه بار دیگه بگین چی گفتی؟ گفتم از بستن قیفی خیلی خوشش میاد. نه نه، یکی مونده به آخر، چی گفتین؟ گفتم ای بابا، بابا جون تو کجای کاری؟ این داره زن میگیره، مگه متوجه نیستی زن دوم داره میگیره؟ آقا نگاه کن خانم. ای بعد مطمئنی؟ اینا ها دیگه اینا هاست میگه. نه نه راست میگه بردن جون معلومه. راست میگه بریجه؟ بله اگه میخوام این راست میگم یعنی میگم کف دست نگاه کن ببین خال هست یا نه. خب راست میگه. این از کجا فهمیدی؟ حالا مال تو رو حرف نزن دیگه. رو حرف من حرف نزن، ساکت باش. حالا مال تو رو پری جان بگیرم ببینم. آخ آخ اینوری کن ببینم. خیلی خوب. وای اله قربونت برم با فالی که برات گرفتم. باور کن باور کن چه خواستگار مهمی داره برات میاد. فکر کنم دکتر باشه. آره من چی کار کنم؟ آره پریچه من باید چی کار کنم؟ ساکت باش. ولی فکر کنم ها یکی دیگه هم هست، یکی دیگه هم هست منتها. من حالا باید چی کار کنم؟ بابا ساکت. یکی دیگه هم هست چقدر بین... جالب. یکی قیافش خوبه؟ ببین یه چیزی بین این دوتا خواستگارا یه کلاغ میبینم. من فکر کنم این قلمو باشه. قلموه کلاغه؟ آره نگاه کنی این کلاغه هست، اینم قلموه، داره نوک دماغت نوک میزنه. اینه نگاه کنی اینجا بودن رفتن بیرون. کجا رفت؟ ها؟ کجا رفت؟ آدرس هتلیه رو از من گرفتم، فکر کنم الان هتلیه. هتلیه؟ نگاه کن بین این دوتا خواستگار هست. میبینی؟ میشه اون خواستگار دکتر نباشه؟ یافش چی بهتر از اون یکیه؟ خیلی تیپش خوبه، خیلی خیلی فکر کنم. ببین نگاه کن اصلا کلاغ داره قارقار میکنه، نمیبینی نوکیشو؟ قارقار قارقار خیلی خوبه ها. قارقار خبر خوشحالیه. مرو تو هم مثل من نمیتونی دوون بیاری. نرو تو هم مثل من تو غصه کم میاری. نرو نه نه ای داده بیدار، ای داده بیدار، کجای غلام؟ کجای دلان که تیپ بر بابا تو ببینی کیف کنی؟ ها پری خوشگل شدم؟ چه عجب آینه رو ول کردی؟ چیه؟ چه خبره؟ جشن گرفتی؟ آره دیگه. نکنه عروسیته؟ آره من خبر نداره عروسی می دیگه. بابا ما هم دعوتیم. آره عزیزم با خانواده محترم. هی بعد خجالت نمی کشی تو؟ بر چی خجالت کشی؟ تو خجالت نمی کشی جلو بچه این حرفا رو می زنی؟ تو خجالت نمی کشی؟ کم زحمت تو کشیدم؟ آفرین هی بعد آفرین. لباس های کثیف کشتارگاتو شستم، کم بوی سیرابی و کله پاچتو تحمل کردم، اینو نسوزدم. آره ایبر آفرین آفرین ایبر. خوب موزه دستمو دادی. چته؟ خوب موزه دستمو. آخه تو چت شدی؟ چی نگو ایبر، چی نگو، صداتو نشنوم. دیوونه شده بابا این، آخه چی شد؟ من باید بدونم چه شد یا نه؟ بهت میگم صدادو نشنوم. سلام سلام سلام. چی شده؟ نمیدونم از این بپرس. چی شده آبجی؟ سینا داداش آقا میخواد بره داماد بشه. خوزه ما هم دعوتیم. بس کن بابا. درست صحبت کن بابا. میکشم تو سر آبجی من همون دنیا. هله به سلام عزیزم. نه طوری نی. ببین یه دقیقه گوشی نگه دارم، اینجا نمیتونم صحبت کنم. گوشی داشته باش. کیه؟ ببینم بابا. مطمئن نیابجی آخه کی دخترشو میده به این؟ سینا وای نزده برو ببین کجا داره میره سینا.
پس منتظر تماستم. بله. بابا ایران خودمون خیلی ارزونتر از هندوستان، باور کن. خال جون این همون دکتر هستا، همون که همیشه بر من گل میشینه، کار همیشه گیشه. الان هم داره گل میشینه. این دکتره؟ آره. به همه چی شبیه جز دکتر. اصلا میخوام بهت بگم که شکل آمپول زناست. نگو خال جون. سلام بر خانم های محترم. سلام. سلام. شما خوب هستین سرکار خانم؟ خیلی ممنون، شما خوبی؟ البته قابل شما رو نداره. دست شما درد نکنه. سرکار خانم میخواستم بپرسم این سطل آشغال رو برای چی اختراع کردن که گل توش بذارن ببرن خواستگاری؟ سطل آشغال گل بذارن توش ببرن خواستگاری؟ چه بامزه خانم، خیلی شرم‌آوره. هیچ کس تو این خونه نظافت رو رعایت نمی‌کنه. این قوطی کرم‌های مسخره شما هم که گوز بالا قوز. البته با عرض معذرت. شما حق ندارین با من اینجوری حرف بزنین. تا اونجایی هم که من یادمه شما دیگه مدیر ساختمون نیستی. خب نباشم، ساکن که هستم. گیر کردم بین یه مش آدم‌های لو لول بی کلاس. شما حقی ندارین با دوتا خانم اینطوری صحبت کنین. آقای نسبتاً محترم. خانم بنده ببخشید تا اینجام رسیده. تا حالا هیچ کس جرأت نکرده بود با من اینجوری حرف بزنه. من که؟ الان حالیتون میکنم آقای حجامتی آمپول زن. رامباد! من چیزی رامباد! سرکار خانم من که چیزی نگفتم. شما که همیشه این دفعه استثنان آبجینم مامان. این آقا مزاحم من شده. شما خوب هستید آقای محترم؟ چیکار کردی؟ من توضیح میدم آقا. لازم نشه توضیح بده شما. من همین الان وسط حیات میخوابرم حجامتت میکنم. ببرید آقا جان گوشی دستش بیاد ببرید با یه خانم بچه جوری حرف بزنه. واقعا میگن همساده به درد همساده میخوره. من فعلا قربون تو میرم. نگاه کنی یک طوری منو ببر بالا، من زنگ بزنم یه هفت هشت تا از این داریم صحبت میکنیم آقا. آقا دارم صحبت میکنم. پیتزاهای خوب برات میارن عزیزم. بله بله با بلا منو ببر بالا. شما رو پیتزار سفارش بده، من کار دارم الان میام. بفهم این چی گفت؟ وایسا ببینم تو چی گفت. وایسا آقا جون چی گفتی؟ تو منو نگاه کن، منو نگاه کن. تو بهش منو میگیری؟ چرا وای میسی سر رو؟ من اومدم رد شم. برو خب. این جوجه کلاغم یه جاهایی به درد میخوره ها. خیلی خوشم اومد. آخه اینم فال بود شما گرفتین؟ وای یه کاره. حالا شاید این دکتر نباشه، یه دکتر دیگه باشه. یه خود صبر داشته باش. منتظر تماست میمونم. بله. مواظب خودت باش عزیزم. ببین اس ام اس بزن خب؟ به اسم خودم نزدی ها. مشکلیه؟ آخه تو گردن دوستا نداشتی؟ دارم الان دارم سیتشم دارم. چیه؟
ها این چیه؟ کدوم؟ این چیه؟ این موه این چیه؟ فکر کنم مو اشتاده بیدم وام میریزه دیگه این موه توه؟ این موه توه؟ این موی بور مال توه؟ آره دیگه این موی بور مال توه؟ من تو رو میکشم من تو رو میکشم من تو رو میکشم بله؟ سلام عزیزم حالا تو با کی داری یه دقیقه آنتن با کی داری با کی داری حرف میزنی الو با کی داری حرف میزنی با کی داری حرف میزنی سینا سینا کجایی سینا کجایی سینا با کی شد آبجی سینا داره با موبایلش حرف میزنه با او تو چرا گریه میکنی آبجی مگه من مردم تو میخوای گریه کنی بدبخت شدم رفت سینا بدبخت شدم رفت سینا برو ببین چی داره میگه برو ببین چی داره میگه کجا رفت من الان کجا برم خب بکنم رفت تو دستشویی خب دیگه رفت دستشویی دیگه باید وایسیم ببینیم کی میاد بیرون از برو ببین چی میگه برو ببین چی میگه دستشویی که دیگه من نمیتونم برم که اصلا فکرشو نمیگردم ایوه بای من برم دم دستشویی وایسام الان آبجی برو دیگه من برو میگنم میکشم همه تونو میکشم سینا داداش چی گفته؟ در مورد چی حرف میزدن؟ بگو بابا من طاقتشو دارم من تحملشو ندارم آبجی این هیبت چی میخوره ها؟ به من بگو بگو دیشب شام چی پختی این خورده؟ در مورد دستپخت من حرف میزدن؟ هیبت میگفت دستپخت من بده نه بابا راجب دستپخت چی حرف میزدن آبجی؟ چیه؟ مون پروانه با شما کار داره بله؟ بله خودم هستم شما تشریف داشته باشین من الان میام خدمتتون خودشه بکنه همسایه ها شکایت کرد حالا دیگه میایی دم خونه من آره؟ بخیر علیکی سلام تو خجالت نمیکشی؟ ببخشید خانم من با آقای دکتر کار داشتم خودشون دکتر معرفی کردن بعد بخون قصاب قصاب پا تو زندگی من میذاری آره پوست جفتتون رو قلفتی میکنم میذارم جلو شومینه اشتباه گرفتی روزگارتو سیاه میکنم تو نمیفهمی من شوهرمو دوست دارم ها نمیفهمی؟ خانم اشتباه گرفتید من برای کار دیگه اومدم بیا تو بیا عزیزم سلام خوبی؟ سلام فری چه خبر این خانوم کیه؟ از تو باید سوال کرد که این خانوم کیه؟ تو از من سوال میکنی؟ رود زیاده دیگه من کجا بدونم این خانوم کیه؟ تو نمیدونی؟ نه من تو نمیدونی دیگه این خانوم کیه؟ معلومه این وسط چه خبره؟ اگه اجازه بدی من خودم توضیح میدم کی هستم بفرمایی من مأمور اداره نظارت پزشکی هستم چرا دروغ میگی خانوم؟ شنیدم توی این مکان کار حجامت به صورت غیر مجاز و غیر قانونی انجام میشه بله اومدم اینجا یه گزارش تهیه کنم بله درست یعنی شما زن همسر من نیستین؟ هم خجالت بکشید من از دست این رفتار غیر قانونی شما شکایت میکنم بله مطب دکتر کجاست؟ فقط دوبا بله من بهتون میگم پری بگو چه خبر آخه من که دارم میمیرمه رفتی برای من زنگ گرفتی هی بعد برای تو زنگ گرفتم برای چی میخندی؟ آقا چی میگی؟ برای چی مسخره میکنی؟ آقا چی میگی؟ میگم برای خودت رفتی زنگ گرفتی؟ بابا من بیجا کنم امای من وجودشو دارم چی میگی تو؟ خودتی هی بعد خودتی بها بس پای تلفن یواشکی حرف میزنی چیه؟ در شاخ گل دستت این ور اونور میری چیه؟ هی پای تلفن میگی عزیز دلم عزیزم اینجا آنتن نمیده اجازه بده الان میگم فری ایشون استاد ارجنگ هستن خب سلام بانو همسر با کلاس شما یک بشکه
استعدادم. این میگم میشه یک مشکل است به من. به من چه رفتی داره؟ به من چه رفتی داره؟ آخه من میگم چرا تو رفتی زن گرفتی آخه؟ بابا اجازه بده میگم زن نگرفتم که. ببین ایشون استاد نقاشی منن. قرار شده که سرمایه رو من بذارم، من پول بذارم، ایشون کار کنه، همینجوری یه آرتلیه بزنیم، کاسبی کنیم، یعنی پول دراریم. بابا من هیچی نمیخوام بفهمم. فقط برام توضیح بده اون موی بلند بور چی بود؟ خب؟ اون شاخه گله هی پای دل ما میگفتی عزیز دلم عزیز دلم به کی میگفتی؟ یه دقیقه صبر کن این موی بلند بلوند خب؟ شاخه گلم بابا این هنرمنده، اگه گل ندی گل نسونی این اصلا باهات کار نمیکنه، حساسه. خب؟ این عزیز دلم قربونت، من یه دفعه داد زدم این نمیخواست با من کار کنه، هی باید بهش بگی الو قربونت برم، الو عزیز دلم تا کار کنه. خیلی خوب، همه حرفات درست، پس فال چی؟ همون فال چی؟ فال کدومه؟ همین که فال گرفتم دیگه، گفت قراره که تو زن بگیری. ما زندگی نداریم اینجا. به من چه؟ ما آسایش نباید داشته باشیم اینجا، همش داد و فتر. چیه؟ شناختیش؟ برو بیا. این تیمور پیکاسو اینجا چی کار میکنه؟ استاد ارژنگ بیا اینجا بینم. استاد ارژنگ اینجا بینم کلاش. آقا درست رفتار کن. اینجا بینم شماتان بیا اینجا. آقا تیمور چی؟ من استاد ارژنگم. استاد ارژنگی کیه؟ بس اینو بگیرش دیگه، اینو بگیرش دیگه، اینو بگیرش در میره، این در میره. آقا درست رفتار کن. اینو از کجا پیدا کردی؟ آقا این استاد ارژنگ، درست برخورد کن، این میتونه ازتون شکایت کنه. چی داری میگی استاد ارژنگ؟ استاد ارژنگ عزیزم بذار من توضیح بدم. حرف نزن. این علاف جلو در آتلیه است، این سپاه ساز همه سپاهی هاشم ایراد داره، لق میخوره. مرد حسابی نقاشی ساختمونم بلد نیست. چی میگی؟ من دارم بهت میگم. این نگفت بیا کار شراکتی با هم بکنیم، سرمایه از تو کار از من. چرا؟ 50-50 استفاده. چه نه گفت 80 برای اون 20 برای من. داری چی میزنی؟ یعنی واقعا مخت تعطیله، این دنبال یه همچین آدم های مختتیل میگرده کلاشی بکنه دیگه. مرد حسابی راست میگه، کلا برداره. چی میگه استاد ارژنگ؟ استاد ارژنگ چی بابا؟ این تیموره. من توضیح میدم یه لحظه. خیلی خب آقا توضیح میدم، برای من هر روز داره توضیح میده. اجلش بابا در رفت. آقا بگیرینو. سرصدا میکنی چه خبر رام؟ بله. چرا اینقدر این گریه میکنه بابا؟ مخملاج خود تبین بردی آخه. خاله طلعت زودتر از این خونه بریم بیرون، تو من خودم از دست شما حلق آویز نکردم نکشتم. پریچر میبینی؟ خب بابا چون چای شما خراب بوده به من چه مربوطه؟ بریم بیرون از این خونه. ببین پریچر، من فالام ردخور نداره، بعدم الان من دارم میرم به خاطر اینکه من داره ویزام باطل میشه. خدافظ شما، من رفتم. برو بعد کجا میری؟ پس خواستگارای من چی؟ همه فالش دروغه، همه فالش دروغه. یکی بهتر از اونه، شغلاش نه به دروغ میگه. الکی تو فالش هم گفت شوهر سر زن بگین، همش دروغ بود. ای بابا شما هم اگه خاله رو نمیشناسی مامان، آخه تو دیگه چرا باور میکنی؟ ای بابا استاد ارژنگ چی میگی تو؟ پولام رو همش دروغه. استاد ارژنگ بیا برو اینو بفرست. ببین داشت سر میرفت، دست به نقطه گرفتم. استاد ارژنگ بیا بریم بابا، بیا بریم. منم یه خوله شما. استاد ارژنگ، استاد ارژنگ پیکاسو، استاد ارژنگ، استاد ارژنگ. هیبه بخشید، بگو منو بخشیدی. باشه بخشیدمت، ولی پری تو باید بفهمی که من هر کاری تو زندگی میکنم برای خوشحالی تو عماده. میدونم عیبت، میدونم عیبت جان، تقصیر من نبود که، تقصیر خاله طلعت بود. نه خیر، 100% تقصیر شماست، برای اینکه به اون عراجی بیشتر از حرفای من اعتماد داری. بعد بسته دیگه، گفتم ببخشی. شب برات دلمه درست کردم. ای اون دلمه بخوره تو سر من، تا آبروی منو بردی به جاش دلمه آوردی. آخه پری فال چایی هم شد فال، تو خجالت نمیکشی؟ گفتم که ببخشی. آخه دلم خونه، چجوری دلت اومد به من تهمت بزنی؟ من چجوری سرمو تو در همسایه بلند کنم؟ هیبت،
نمیتونم پری، نمیتونم. آخه چیکار کنم من؟ چجوری آخه؟ آقا هیبت، داده بیداد، آخه جلو اماد چی بگم؟ آقا هیبت، برو از خونه بیرون. جلو در همسایه آخه، باید الان اینجا از پلار رد چم، چجوری برم؟ برو از خونه بیرون. چی جواب بدم آخه؟ چجوری آخه تو به من تهمت زدی؟ هیبت، برو از خونه بیرون. خیلی خب ببخشید. تو هم منو ببخش. باشه پری، بخشیده همه. نرو